با سلام به بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان خوب مجله اجتماعی اقتصادی، در خدمت شما عزیزان هستیم تا برنامه امروز رو تقدیم حضورتون بکنیم. با ما همراه باشید. فریاد اعتراض و حق طلبی هر روز از گوش و کنار ایران بلند میشه. هر روز در شهر و دیاری اقشار مختلف دست به اعتراض میزنند. بازنشستگان، معلمان، سهامداران بورس، حواله‌داران آزویکو و خلاصه هر روز بخشی از مردم ایران به چپاول دارایی‌هاشون اعتراض میکنند. البته این اعتراض‌ها هر روز گسترده‌تر هم میشه. گزارش تصویری از اعتراض‌های چند روز گذشته همیهنانمون آماده است که توجه شما رو به دیدن این گزارش جلب می‌کنه. امروز 5 اردیبهشت تجمع بازنشستگان استان البرز مقابل ساختمان فریاد بزن تامین خیانت میکند، ایمان حمایت میکند We'll be right back.
شهرهای ایران منظری دوگانه رو به نمایش میذاره. از یک سو گسترش فقر و نداری و توسعه حاشیه‌نشینی و از سوی دیگه باستیهیلز هایی که سران و کارگزاران حکومتی با چپاول اموال مردم ایران کاخهای آنچنانی در اون بنا کردند. اما حکومت آخوندی به همین هم بسنده نکرده و هر روز آلونک یا خونه محقری رو بر سر بی‌پناه‌ترین مردم ایران خراب میکنه. هیچ دشمن خارجی کاری که این آخوندهای ضد ایرانی با مردم ایران کردن نمیکنه. بی دلیل نیست که مردم ایران چند سال شعار میدن دشمن ما همینجاست. سال هاست که میهن ما به خراب آباد مهنت تبدیل شده است. استبداد مذهبی از ویرانی خانه های امید و اعتماد مردم آغاز کرد و به تخریب خانه های مسکونی رسید. همون من بالا یه دقیقه به یک دوربین این بنده خدا به یک کشش میگه فیلم هایی یکه گپی مکو خانو مگه چینو خانه خود خراب شد که درست خوشت شما سواب برمی مگه تو اگرم جعفر منتظری دادستان کل رژیم آخوندی اخیراً اعتراف کرد که در سال 99 بیش از 157,800 خانه با حکم قضایی غل و غم و تخریب شده است. ماشین ویرانگر آخوندها هیچ مرز و محدوده‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد و در شهرهای مختلف ایران مشغول تخریب خانه‌های محقر مردم ستم دیده است. ببین اینجا هیچ کی نیست. اگه خانه باشن هیچ غلطی نمیتونم بکنم. بی شرفا، بی ناموسا. آخر فرآباد نارسیس. دزدان حاکم بر ایران از یک سو خانه های مردم محروم را ویران می کنند و سوی دیگر برای آقازاده ها و نور چشمی های حکومت ویلا و خانه های ساحلی می سازند. تصاحب خاک ایران زمین هیولای غارت را سیر نکرده است. دریاخوری پیشه جدید آخوند هاست. امروز فکر میکنم 15/12/99 این دیوار تازه است. نکنین همین الان سیمان گرفتن اینجا رو هم دارن سنگچی میکنن. این هم بیلشون مشغول کار الان رفتن نمیدن برای نهاری چیزی. فاصله با دریا 10 متر. بچه های خود شمال میخوان اینجا یه دونه دکه اداس کنن. منابع طبیعی و فرمانداری و بخشداری و شهرداری و شورای شهر رو همه میریزن، ولی اینجا خیلی راحت دارن حق مردم رو میگیرن، دارن جای مردم رو میگیرن، ساحل مردم رو میگیرن. کسی هم نیست هیچ کاری بکنه. جنگل خاری هم یکی دیگر از راه های غارت دارایی های مردم ایران است. وسعت جنگل های ایران در سال 57 18 میلیون هکتار بود و این میزان اکنون به 11 میلیون هکتار رسیده است. به همه اینها باید پدیده شوم کوه خاری را هم اضافه کرد. با سلام دوستان عزیز، اینجا شهر ری. این کوهی که داری میبینی کوه معبد آناهیتاس یا همون کوه بیبی شهربانو که اعراب حمله کردن گذاشتن بیبی شهربانو. در اصل کوه معبد ببخشید آناهیتاس و میبینید که جمهوری اسلامی کوه ها رو چجوری خورده توسط این معدنچی ها. قشنگ کوه پایه حدود 100 به 200 متر کندن رفتن زیر که اونور معدنی که ما دسترسی نداریم نمیتونیم بریم، اجازه ندادن. میبینید که کوه رو چجوری خوردن، یعنی محیط زیست رو به نابودی کشوندن اینا. هیولای ولایت برای حفظ حاکمیت ننگین خود و برای تأمین مالی مزدوران رنگارنگش به تمامی ثروت‌های مردم ایران چنگ انداخته است. مناطق بسیاری در ایران هستند که یا در انحصار سپاه پاسداران و ارگان‌های چپاولگر حکومتی هستند یا به مناطق مسکونی ویژه و محل احداث ویلاهای آقازاده‌ها و مهرهای حکومت تبدیل شدند. منطقه بندگلستان مشهد یکی از همین نقاط است. اینجا که از دور می‌بینید بندگلستان مشهد که نزدیک 2 ساله بسته وابسته به آستانه قدس، از زمانی که رئیسی تولیت شد بسته
اومدن ویلا سازی کردن. شما نگاه کنید تانکرها رو میبینید، ویلا و تانکرها رو میبینید، منوز برای آقازادهای خودشون برداشتن اینا رو. نگاه کنید و این بنده گلستون دو سال بستن. آنچه برشمردیم سوای درآمد آخوندها از امامزاده ها و اماکن مذهبی است. پولهای این مکانها هم به اسم موقوفات در جیب دزدان ولایت نقد می شود. و البته غارتگران حاکم هرگز تلاش و تقلا برای گسترش تجارت خود را متوقف نکردند. پرورش اسبهای ویژه و سوء استفاده از دین و مذهب یکی دیگر از دکانهای سنبش رژیم برای چپاول اموال مردم است. یک اسبهای تربیت میشه به نام ذوالجلال. اینا در طول سال نگهداری میشن و عرض شود که جای دیگه برده نمیشن. فقط روز عاشورا اینا از توی اون محل استبلشون که استبل خاصی تو همین حسینی هست خارج میشه. هنگامی که یک اتاق را بر سر فقیرترین خانواده ها تخریب میکنند، بساط دین فروشی در چنین اماکنی دایر است. هیولای عمامه دار غارت تا روزی که بر سرنوشت مردم ایران حاکم است کاری جز تخریب و ویرانی ندارد. خرابی خانه های مردم ایران و غارت اموالشان لازمه برپا ماندن بیت ولایت است. درست به همین خاطر است که آبادی ایران جز با ویرانی بیت العنکبوت ولایت محقق نخواهد شد. بله، وحشیگری ماموران حکومتی و تخریب خونه‌های مردم بی‌پناه و از سوی دیگه کوه‌خواری، جنگل‌خواری و خلاصه دزدی و چپاول از مردم ایران در این گزارش برجسته بود. یکی دیگه از دزدی‌های حکومت آخوندی موضوع ساخت مسکنه. از دوران احمدی نژاد پروژه‌ای به نام مسکن مهر را افتاد و از سال 1389 سپاه به ساخت مسکن مهر وارد شد. پولهای مردم رو میگیرن، یا خونه تحویل نمیدن یا خونه که تحویل میدن ناقصه، مشکل آب و برق و فاضلاب داره و غیره. یا مثل مسکن مهر در کرمانشاه با یک زلزله فرو میریزه و هیچ مقاومتی نداره. البته مثل بقیه کارهای حکومتی دزدی از مردم رکن اساسی این پروژه است. روز گذشته خبرگزاری حکومت تسنیم در جنگ باندی به یکی از این نمونه ها اعتراف کرده. این خبرگزاری در رابطه با مسکن مهر شهرستان دهلاران از استان ایلام نوشت تعداد زیادی از واحدهای طرح مسکن مهر در استان ایلام از جمله در شهرستان دهلاران با وجود سپری شدن بیش از یک دهه از کلنگزنی هنوز به متقاضیان واگذار نشده. از سوی دیگه عدم رعایت استاندارد در ساخت واحدهای مسکن مهر منجر به خسارت‌های بسیاری به صاحبان این واحدها به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی همچون زلزله شده. گزارشی در همین رابطه آماده است که با هم ببینیم. مسکن مهر نام پروژه‌ای ظاهراً بی‌پایان است که از دولت پاسدار احمدی نژاد شروع شده و تا امروز ادامه دارد. این مجتمع‌ها که عموماً در حاشیه شهرها ساخته می‌شود، فاقد امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساخت‌هایی از قبیل فاضلاب هستند. زلزله کرمانشاه نشان داد که در این ساختمان‌ها برای دزدی و چپاول از مواد اولیه نامناسب و نامرغوب استفاده شده که به لحاظ ایمنی بسیار وضعیت اسفباری دارند. تنها چیزی که در این پروژه به خوبی پیش می رود قیمت آن است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تعیین قیمت مسکن ملی بر اساس هزینه های تمام شده ساخت خبر داده و گفته با توجه به افزایش هزینه ها از جمله سیمان و فولاد در نهایت 5-10% تغییر در قیمت نهایی مسکن ملی ایجاد می شود. خوب است گوشه ای از مشکلات مردم را از زبان خودشان بشنویم. ما از سال 93 که اومدیم اینجا مسکن مهر رو تحویل گرفتیم، این مسکن مهر به همین شکل است. نه آسفالت داره، نه زمین بازی داره. ما به همه جا زنگ زدیم، اینقدر نیومدن تا این چاهای هم به مشکل خورد. چاه
مسکن دو یکی سرریز میکنن، دو تاشون سرریز میکنن، میاد زیر پای کل مردم. 7-8 سال مردم میشینن آسفالت نشده. بارها مردم اقدام کردن، فرمانداری، شهرداری، مسکن شهرسازی، اصلا با آسفالت اینجا کاری نمی کنن. فاضلابای اینجا پولاش هم دادن ولی خب بازم نمیان انشاوار وصل کنن. همین چاه خیلی کوچیکه، همه زده بیرون، تو محله ها داره میزنه، نظافت انجام نمیشه. تو قیمت قسمت فاز دوهاش رو نیا کنی، نظافت انجام نمیشه، درخت ها رو آب نمیدن، خود مردم میان آب میدن، مشکل امنیت دارن. خیلی بارها بارها پیگیری کردیم ولی هیچ کدوم انجام نشده. ولی دلیل این آشفتگی چیست؟ چرا سرمایه های مردم ایران در سوریه و لبنان و عراق هزینه می شوند؟ اما مردم ایران که هزینه های ساخت مسکن را هم پرداخت کرده اند در چنین شرایطی قرار دارند؟ ولی این چاهی است که حکومت آخوندی تمام ثروت مردم ایران را به آن می ریزد. مسکن مهر یا هر چیز دیگری تحت عنوان کارها و پروژه های عمرانی تنها یکی دیگر از منابع کسب درآمد آخوندهای حاکم از مردم ایران است. روزنامه حکومتی کیهان وابسته به شخص ولی فقیه در تسویه حساب باندی به بخشی از دزدی‌های حکومتی در امر مسکن اعتراف کرده و می‌نویسد: مگر نه آن که طبق آمار مجلس دولت هر ساله باید بیش از 900 هزار واحد مسکونی تحویل مردم بدهد، پس این بودجه ها و هزینه ها دقیقاً صرف چه مواردی شده است؟ یک کارگر با حقوق پایه و مصوب سال 1399 چگونه میتواند صاحب مسکن در تهران شود؟ یکی از اصلی ترین دستاندرکاران پروژه مسکن مهر سپاه خامنه است که از سال 1389 به این پروژه ورود کرده. تمام دستگاه و حاکمیت آخوندها در حال چپاول از مردم در مقوله‌ای به نام مسکن هستند. گسترش حاشیه نشینی و افزایش خشم مردم نیز در پاسخ به این چپاول هاست. بینندگان گرامی سیمای آزادی، همراهان مجله اجتماعی اقتصادی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. اصلی ترین رسالت برنامه ما اینه که صدای مردم ایران باشیم، صدای مردم مظلومی که حکومت آخوندی اونها رو در فقر فرو برده. با امیدوارم که برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگه، خدایا رو نگهدار همه شما.